بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثناء خداوند بزرگ و با درود و سلام به ارواح مطهر معصومین، یکی از مباحثی که مولانا در مثنوی به اون خیلی پرداخته و چه با شوخی و هزل، چه جدی و بسیار بسیار با تعهد دینی و معنوی خودش به اون توجه کرده، مسئله هوا و هوس آدمی و مسائل جنسی و شهوت و این مسائل، کم تو مثنوی به این مسئله پرداخته نشد. علتش هم حالا میگم، به این علتی که آسیب زننده ترین میل بشر از نظر معنوی و اخلاقی همین میل جنسی و هوا و هوس و شهوات. انسان از دو ناحیه از نظر اخلاقی آسیب میبینه، یکی شهوات و لذت طلبی ها و امیال غریزیه که مهمترین این شهوات همین شهوت جنسی و میل جنسیه، یکی هم از ناحیه غضب و خشم. آدم ها وقتی عصبانی میشن تهمت میزنن، دروغ میگن، غیبت میکنن، حسادت میورزن، آدم میکشن. وقتی عصبانی میشن، غضبناک میشن، از حق خارج میشن. ما از دو ناحیه مورد آسیب اخلاقی معنوی هستیم، یکی شهوات و خصوصا میل جنسی و یکی هم غضب و خشم. فرشته ها هم اول خلقت رو همین دوتا دست گذاشتن. آیه 30 سوره بقره میفرماید که وقتی خداوند فرمود که نیجا الون فل ارض خلیفه، خداوند فرمود من میخوام رو زمین خلیفه قرار بدم، فرشته ها سری گفتن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدایا میخوای کسی رو زمین قرار بدی که این فساد میکنه، دنبال لذت طلبی و شهوات میره و یسفک الدماء، خونریز این بشر. این بشر وقتی غضبناک میشه دیگه حالیش نمیشه، دفعه میبینه طرفو کشت. در هر حال مولوی در رابطه با شهوت آدمی و اینکه این آسیب زننده ترین امیال آدمیه، داستانای زیادی آورده. بعضیاش خیلی رکی که اصلا نمیشه حرفشو بزنی، بعضیاش هم ساده و روانه، بعضیاش حدیثه. یکی از اونها که از حدیث امیرالمؤمنین اخذ شده خیلی زیباه و مولویش حدیث امام علی رو در واقع هم ترجمه میکنه هم تفسیر میکنه. حدیث امیرالمؤمنین اینه: عبد الشهوت ازل من عبد الرق. بنده و غلام و اسیر شهوت ذلیلتر و خوارتر از برده، برده دزدیده شده. مولوی میگه که بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. زان به یک لفظی شود از خواجه هر، وین زیاد شیرین و میرد سخت مر. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزد و انعام خاص. در چهی انداخت او خود را که من، در خور قعرش نمیابم رسن. رسن یعنی تناب. میگه بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. این ترجمه حدیث امام علیه، عبد الشهوت ازل من عبد الرق. حدیث امام علی در کتاب قرر الحکم آمد. بعد مولوی میگه چرا آدمی که اسیر هوا و هوسه از بردهی که دزدیده شده وضعش بدتره؟ میگه زان به یک لفظی شود از خواجه هر، وین زیاد شیرین و میرد سخت مر. میگه اون برده با یک کلمه که صاحبش بهش بگه آزاد میشه، ولی این آدمی که اسیر هوا و هوسه با یک لفظ که آزاد که نمیشه، با هزاران لفظ هم آزاد نمیشه. میگه این به ظاهر خوش زندگی میکنه، دنبال هوسرانی میره، لذت ها میبره، ولی مرگ سختی به دنبال او خواهد بود و او رو میکشونه این هوا هوسش به جهنم. آره، خدا حفظ کنه استاد ما، دبیر ادبیات ما، آقای حاج محمد صفایی رو. من این موقع 40 سال پیش که این شعرها رو حفظ میکردم،
بعد اومدم پیش ایشون گفتم آقا من این بیت رو نمیتونم بخونم، خیلی بیت اگه دقت بکنید تلفظش سخت میشه قرائتش. وین زیاد شیرین و میرد سخت مر. وین زیاد من میخوندم بودم خدای این وین زیده زیده. آره بعد رفتم پیش ایشون دبیر ادبیات ما بود تو مدرسه، عرض کردم آقا این چجوری خونده میشه. بعد ایشان خندید اول و بعد گفتش که اعراباشو بذار. وین زیاد شیرین و میرد سخت مر. مر یعنی تلخ، زیاد یعنی زندگی میکند. میگه آدمی که دنبال هوا و هوسه شیرین زندگی میکنه، کیف میکنه، ولی مرگ تلخ و سختی در انتظار او خواهد بود. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. مسترق یعنی به سرقت برده شده. آره این لغت هم ایشون اون موقع برای من معنی کرد و خدا ایشالله حفظشون کنه و خلاصه ما رو را انداخت. زان به یک لفظی شود از خواجه هر. وین زیاد شیرین و میرد سخت مر. بنده شهوت ندارد خود خلاص جز به فضل ایزد و انعام خاص. در چهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمیابم رسن. میگه کسی که تو چاه هوا و هوس بیفته من تنابی پیدا نمیکنم اینه از تو چاه هوا و هوس بکشم بیرون. اکثر آدمایی که دنبال هوا و هوس میرن آخرش نهایت به جهنم کارشون کشیده میشه. پادشاهان رو نگاه بکنید، چون این میل امیال بشر همه همینه، پول پرستی هم همینه، شهوت پرستی هم همینه، پست و مقام پرستی همینه. میبینی طرف سیر نمیشه، هرچی میز میگیره دلش میخواد یه میز گنده تر، یه پست و مقام چاق و چله تر بهش بدن. امروز میگه من رئیس اداره بشم، فردا دلش میخواد مدیر کل بشه، پس فردا دلش میخواد وزیر بشه، پس فردا دلش میخواد رئیس جمهور بشه. این بشر سیر نمیشه. تو مسائل شهوت هم همینه، بعضی ها میبینی که مثلا حتی توان این مسائل شهوانی رو هم ندارن، اصلا قدرت بدنیش انقدر نیست، ولی حرم سرا درست اگه ولش کنی میشه فتلیشا، میشه خسرو پرویز با 3000 تا زن، میشه فتلیشا با 2000 تا زن و ها کذا. میل لذت طلبی بشر تو هر مقوله‌ای، تو شهرت، تو ثروت، تو قدرت، اینا هیچ کدوم به اصطلاح سیری پذیر نیست، همه سیری ناپذیره. بشر سیر نمیشه از این لذت‌های مادی. و اینی که اول آخر آدم باید جلوی خودش رو بگیره، باید خودتو قانع کنی، یعنی قناعت کنی. اون قناعت که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید القناعت و کنز لا ینفد. قناعت یه گنجیه که هیچ وقت تموم نمیشه. وقتی قانعی میگی بستم میخوام چیکار کنم، آقا یه میز بهت دادن بسته دیگه، پول داری اموراتت میگذره و بسته دیگه. بعضی همینی سیر نمیشن از پول. شهوت هم همینطوره، بعضی ها دیگه از اون میل طبیعی جنسی. اینم من بگم، یه موقع از مسجد اومدم بیرون، همین یه ما دو ما پیش بود، یه جوانی اومد گفت آقا یه سوال دارم. گفتم بله. گفتش که اسلام همش میگه نگاه نکنین به نامحرم، طرف حرام نرین، نمیدونم همجنسگرایی نکنید، نمیدونم زنا نکنید، از این حرفا همش میگن. خب پس چه کار کنیم؟ گفتم اسلام نگفت لذت جنسی نبر، از راه حلال ببر. اسلام نمیگه غذا نخور، کولو وشربو ولا تصرفو، میگه اسراف نکن بخور. اصلا قرآن در سوره اعراف آیه 31 میفرماید من حرم زینت الله التي اخرج لعباده من الطيبات من الرزق. میگه چه کسی لذت‌های پاک و خوشی‌های پاک و پاکیزه رو برای بندگان خدا حرام کرده؟ تازه روز قیامت که خالصتاً للمؤمنینه. همون آیه 31 که عرف میگه تو دنیا که هم کافر میخوره، هم مشرک میخوره، هم مؤمن میخوره، ولی روز قیامت خالص برای مؤمنین لذت‌ها. اسلام نمیگه لذت نبر، میگه لذت حرام نبر، طرف حرام نرو. اسلام نمیگه کار نکن، پول در نیار، پول باید در بیاری، زندگی نیاز به پول داره، ولی پول پرستی بده. اسلام نمیگه لذت جنسی نبر، لذت حرام نبر، طرف حرام نرو. اسلام با حرام مخالفه. خدا رحمت کنه امام خمینی فرمود که ما با سینما مخالف نیستیم، اسلام با سینما مخالف نیست، با فساد و فحشا ما مخالفیم.
اونش مشکل داره و الا لذت حلال چه اشکالی داره. برای اینکه انسان این هوا و هوس خودش رو خصوصا آقایان بخوان کنترل بکنند، چند تا مسئله است که دین، قرآن، حدیث به ما میگه. یکی مسئله کنترل نگاهه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه 30 سوره نور میفرماید به مؤمنین بگو، به مردان مؤمن بگو چشماشون رو کنترل کنن. پشتش البته به خانوما هم میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خانوما هم چشماشون رو کنترل کنن. آخه میگفتش که سه دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اینه که انسان وقتی میبینه اون وقت تحریک میشه. دین میگه چشمتو خیره خیره به نامحرم، به حرام نگاه نکن و ندوز. این یکیه. یکم حجابه، پوشش خانم ها که در سوره احزاب آیه 59 قرآن میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یزین. دین میگه که پیغمبر به همسرانت، دخترانت، زنان مؤمن بگو این چادراشون، روسری ها، مقنعه هاشون رو بکشن جلو. این برای اونها بهتره که به عفت و پاکدامنی شناخته بشن و هم این که مورد اذیت و آزار و نگاه های آلوده قرار نگیرن. در سوره نور آیه 31 اونجا هم میفرمایند لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. میفرماید که خانم ها زیبایی خودشون رو برای نامحرم آشکار نکنن، مگه برای شوهرش، برای پدرش، برای برادرش، برای بدرزر اون محارمو میگه. اینه که اسلام میگه حجاب مثل یه صدفیه که از گوهر عفاف محافظت میکنه. یکی کنترل نگاه، یکی ازدواجه. از همه بهتر برای کنترل غریزه جنسی ازدواج، بهترینش ازدواج. تو حدیث داریم 50% کنترل غریزه جنسی با ازدواج حل میشه. آره بعضی هم شوخی میکنن میگن پس 2 دفعه ازدواج کنیم 100% محفوظیم. نه، 100 دفعه هم ازدواج کنی باز 50%ش در گروه تقوی، نیم دیگر در گروه تقوی. تو حدیث داریم من تزوجه احرز نصف دینهی، کسی که ازدواج میکنه نیمی از دینش حفظ میشه. خب نیم دیگر در گروه تقوی. تقوی یعنی خیشتن داری، یعنی خود نگهداری، یعنی انسان خودش کنترل بکنه. خلاصه باید جلوی چشممون رو بگیریم. عارف این داستان رو بگم تمام. یک کشیشی بود در فرانسه قرن 13-14، یک کشیشی داشتن فرانسوی ها تو قرن 13 به نام پیر آبلار. این هم فیلسوف بود، منطقدان بود، سخنران بود، یه عالمی بود. بعد این آقا رفت توی یه آبادی روستایی تبلیغ دین مسیحیت کنه. کاتولیک هم بود، کشیش کاتولیک هم نباید ازدواج کنه. آقا اونجا اومد دنبال خونه میگشت که ساکن بشه تو روستا. یه بنده خدای ساده دلی گفتش که جناب آبلار من یه خونه دارم بهت میدم، اتاق و اینا، کرایه هم نمیخواد بدی، من یه برادرزاده دارم، دختریه به نام هلویز، تو به این دختر انجیل یاد بده، زبان لاتین یاد بده، علوم دینی یاد بده، این به جای کرایه خونه. دخترم، یه دختر 14-15 ساله، از این آبلار خوشش اومد و شد آنچه که نباید میشد. عموه فهمید، عمو گفتش که باید این برادرزاده منه، پدرش مرده، تو باید با این ازدواج کنی. آبلار گفت من کیشیشم، آبرو کلیسا میره، آبرو عیسی مسیح میره، گفت اینجوری هم آبرو من میره، نمیشه، باید باش ازدواج کنی. آقا معرکه ای شد و خلاصه این از اون شهر رفت و اونا هم رفتن بلایی به سرش آوردن که نگو نپرس. حالا تو تاریخ تمدن ویلدورانت میتونید بخونید داستان آبلار رو، مال قرن 13. اینه که نگاه نمیکنه هوا و هوس. بعضی ها میگن این آقا مثلا روحانیه، این آقا نمیدونم مؤمنه. شیطان این حرفا رو نگاه نمیکنه. آدم باید چشمشو کنترل بکنه، حجاب خانوما باید کنترل بشه، اون عدم اختلاط، یه فاصله ای بین زن و مرد باشه.
این اختلاط ها خرابکاری میاره، نگاه ها خرابکاری میاره، بی حجابی ها، برهنگی ها خرابکاری میاره، قدرت و اراده انسان رو توی این مسئله تضعیف میکنه. من دیگه همینجا بحث رو چون طولانی شد ختمش میکنم. یک بار دیگه شعر مولوی رو بخونیم. میگه بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق، زان به یک لفظی شود از خواجه هر، وین زیاد شیرین و میرد سخت مر. بنده شهوت ندارد خود خلاص جز به فضل ایزد و انعام خاص، در چهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمی یابم رسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.